مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که سال گذشته در هنگام خروج آمریکا از برجام مدعی شده بود که این کار باعث نخواهد شد که ایران در تعهدات هسته‌ایش تغییری دهد و غنیسازی گسترده را از سر بگیرد و به زودی این کشور پای میز مذاکره جدید خواهد آمد اکنون که پیشبینیش در هر دو مورد نادرست از کار درآمده روز پنجشنبه بار دیگر طی بیانیه‌ای با طرح ادعاهای علیه ایران اظهار داشت جمهوری اسلامی با تداوم فعالیت های حساس اشاعه هسته این نگرانی را ایجاد کرده است که ایران گزینه دستیابی به سلاح هسته را دنبال می کند. وی ای که این بیانیه را در واکنش به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی توسط جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است اقدامات ایران برای کاهش تعهدات برجامی را بار دیگر اخاذی هسته اینامید. نامید و از دیگر کشورها خواست تا اخاذی هسته ای ایران را نپذیرند و برای افزایش فشار علیه ایران اقداماتی جدی انجام دهند پومپئو افسود اقدامات و تحریک های مداوم جمهوری اسلامی ایجاب می کند که دیگر کشورها چنین اقداماتی را انجام دهند. در همین حال مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با اشاره به اینکه تشدید تنش‌های هسته‌ای اخیر ایران نشانگر اهداف نظام ایران برای اخاذی از جامعه بین المللی به منظور وادار کردن آنها به پذیرش تروریسم و خشونت این نظام است از تمامی کشورها خواست تا این رفتارها را نپذیرند و فشار را علیه ایران افزایش دهند جمهوری اسلامی هنگام آغاز گام چهارم تعهدات برجامی ادعا کرده بود این اقدامات را با هدف وادار کردن کشورهای اروپایی برای بازگشت به برجام و انجام تعهدات خود انجام می دهد و قابل بازگشت است همچنین بر اساس ادعای جمهوری اسلامی این اقدامات زیر نظر بازرسان آژانس انجام میپذیرد و هر زمان که کشورهای اروپایی به تعهدات خود عمل کنند جمهوری اسلامی نیست تولید حسته‌ای و اقدامات حسته‌ای خود را به وضعیت سابق باز خواهد گرداند. در همین حال علاوه بر وزیر امور خارجه آمریکا دیگر کشورها نیز با ابراز نگرانی نسبت به اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی کاهش تعهدات برجامی توسط ایران را نگران کننده خواندند روسیه نیز با ابراز نگرانی نسبت به اقدام ایران در خصوص برجام از ایران خواسته است تا به طور کامل به تعهدات خود در توافق هسته‌ای 2015 بازگردد بریتانیا و همچنین فرانسه نیز اقدام ایران را اقدام بر علیه امنیت ملی خود خوانده و تاکید کردند که اقدام عمدی و آگاهانه ایران برای خروج از برجام نشان دهنده تغییر موضع اساسی جمهوری اسلامی است آلمان نیز با غیر قابل قبول خواندن اقدام ایران با بیان این موضوع که اقدام جمهوری اسلامی توافق ای را در خطر قرار داده از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از تمامی اقدامات خود از ماه جولای بازگردد و پایبندی کامل خود به تعهدات هسته را از سر بگیرد. جمهوری اسلامی ایران ادعا می کند که اقدامات ایران قابل بازگشت است و تا زمانی که دیگر کشورهای طرف توافق برجام به تعهدات خود عمل نکنند جمهوری اسلامی نیز به تعهدات خود در زمینه برجام عمل نخواهد کرد در این حال کشورها تاکید کردند تمام تلاش خود را برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا انجام خواهند داد در این میان مشخص نیست که آمریکا چگونه در وضعیت فعلی میخواهد ادعاهایش را برای مقابله با ایران عملی کند چرا که اگر تحریم ها اثر نکند تنها راه مقابله نظامی با ایران است و نتیجه آن هم وضعیت خطرناک در منطقه و احتمال خارج شدن کامل ایران از هر گونه تعهدات هسته است. به گزارش رسانه ها زلزله به بزرگی 5 ممیز 9 دهم ریشتر صبح امروز در استان آذربایجان شرقی باعث مرگ 6 نفر و مجروح شدن دهها نفر گردید. به گزارش ستاد مدیریت بحران این استان تا ساعت 7 صبح امروز 6 کشته و 251 مصدوم در شهرستان های میانه، سراب و هشت رود ثبت شده است. بر اساس این گزارش بر اثر این زلزله پنج نفر در روستای ورنکش و یک نفر در روستای ورزغان بخش ترک شهرستان میانه جان خود را از دست دادند. طبق اعلام مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی احتمال افزایش جان باختگان این حادثه وجود دارد. در اطراف شعاع سی کیلومتری این زلزله 120 آبادی و روستا و سه شهر قرار دارند و مجموع واحدهای مسکونی این محدوده به بیش از ده هزار واحد می رسند که در زون شدت مؤثر این زلزله قرار میگیرند. در ارزیابی های صورت گرفته تاکنون تخریب بیش از دویست واحد مسکونی در روستاهای منطقه زلزله زده گزارش شده است. دمای منطقه در زمان رخداد زلزله در نوسان بین منفی 5 تا مثبت 5 بوده و مردم این منطقه نیازمند وسایل گرمایشی هستند. ستاد مدیریت بحران گفته که محل وقوع زمین لرزه مستعد زلزله های بزرگتر است. بنابراین انرژی بافته زمین شناختی این گسل هنوز تخلیه نشده است. پس مردم این منطقه مراقب زلزله های احتمالی بزرگتر بعدی باشند به خصوص اینکه این منطقه لرزخیز است و به همین دلیل مردم از تردد در کنار ساختمان های آسیب دیده و ترک خورده اجتناب کنند همچنین احتمال ریزش کوه های اطراف جاده های مواصلاتی محل وقوع زلزله وجود دارد همچنین برای اسکان اضطراری زلزله زدگان اقلام و لوازم مورد نیاز و سبد غذایی به منطقه ارسال شده است سبا آذرپیک روزنامهنگار منتقد دولت با انتشار اسنادی در خصوص برخی از تخلفات در وزارت سمت ادعا کرده است وزیر صنعت و معدن و تجارت با سوء استفاده از موقعیت تجاری و سیاسی خود امکان سوء استفاده اقتصادی و کاری را برای یکی از مدیران زیرمجموعه خود فراهم کرده است و وی با سوء استفاده از این موقعیت برای اقدامات مالی و تجاری خود در آلمان یک پورسانت نیم میلیون یورویی دریافت کرده است. بنا به گفته آذرپیک، معید حسینی صدر برای انعقاد قراردادی به ارزش 400 میلیون دلار هزینه دلالی 500 هزار یورویی دریافت کرده که این شرکت آلمانی ایرانی اسپانسر مالی سید شریف حسینی یکی دیگر از نمایندگان سابق مجلس که به عنوان مدیرعامل دوم هلدینگ آیکوتک در آلمان منصوب شده نیز هست وی همچنین با انتشار اسنادی ادعا کرده است معید حسینی صدر که بنا به گفته او مدیر عامل ثروتمندترین شرکت دولتی ایران در خارج از کشور و در کشور آلمان است با انجام تخلف و جعل مدارک کاری اقدام به سوء استفاده از بیت المال کرده و به تعدادی از سیاسیون کشور نیز راند داده است بر اساس اسناد منتشر شده توسط آذرپیک معید صدر حسینی به عنوان مدیر عامل شرکت آسکوتک که مهمترین شرکت خارجی وزارت سمت است با دستکاری در زمان قرارداد یک ساله خود با وزارتخانه آن را با نیت گرفتن ویزای کار و اخس شهروندی از یک سال به چهار سال جعل کرده و حقوق خود را نیز به صورت جلی به 6700 یورو افزایش داده است. آزرپیک با انتقاد از رضا رحمانی وزیر سمت وی را به خاطر سکوت در مقابل این جل سند و ارسال معرفی نامه جعلی به سفارت آلمان در تهران مورد انتقاد قرار داده است. وی همچنین رضا رحمانی را متهم کرده است که برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس نماینده سابق مجلس را به عنوان مدیر عامل شرکت آسکوتک در آلمان منصوب کرده و همچنین هشدارهای نهادهای بازرسی در رسیدگی به پرونده چند نماینده سابق مجلس که وزارت سمت را حیات خلوت فساد خود کردهاند سکوت کرده است. ماه گذشته روزنامه گاردین گزارش داد در صورتی که ایران به کاهش تعهدات برجامی خود در قالب گام چهارم ادامه دهد و این تهدیدات را عملی نماید اتحادیه اروپا هشدار داده است که به طور همزمان با اجرای کامل گام چهارم کاهش تعهدات ایران از توافق هسته‌ای کنارگیری خواهد کرد حمید رضا سخنگوی وزارت امور خارجه دولت وقت خاتمی در مصاحبه پس از هشدار اتحادیه اروپا به تهران در خصوص اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی و خروج از توافق برجام میگوید که اروپایی ها خروج یا ماندنشان به خود آنها باز میگردد که چه تصمیمی را اتخاذ نمایند آنها باید ببینند کدام حالت به نفع آنها میتواند باشد ماندن یا خروج از برجام اما آنچه که تا به حال مبرهن است اروپایی ها یک سری تعهدات در قالب برجام داشتند که بدان عمل نکردند یا نخواستند عمل کنند آسفی افزود اروپایی ها قرار بود بعد از خروج آمریکا از برجام ضررهایی که این کشور به ایران زده را جبران نمایند اما نه تنها آسیب های ناشی از خروج و تحریم ایالات متحده را نپرداختند بلکه تعهدات خیش را نیز از یاد بردند با اشاره به موضوع این ستکس و طرح آن از سوی اروپا او گفت در حدود یک سال این مسئله از جانب اروپایی ها مطرح کردید ولی متاسفانه به بحانه های متعدد بهرهبرداری از این ابزار مالی با تعویق مواجه شد که در نهایت هم نه تنها به طور کامل به اجرا در نیامد بلکه طبق اطلاعات به دست آمده تنها تراکنش مالی از طریق این مبادله دارو و غذا و خوراک دام به ارزش ناچیز چهار میلیون یورو بود که جزء کالاهای غیر تحریمی محسوب میشد و برای ایران سودی نداشت و ما به راحتی غذا و دارو را می توانیم از کشورهای چین، روسیه و هند خریداری کنیم و عملا این بدین معنی است که ماندن اروپا در برجام هیچ گونه منفعت ویژه اقتصادی تا کنون برای ایران نداشته است. سخنگوی اسبق وزارت خارجه سپس به اعلام برایان هوک از توافق بین اروپا و آمریکا در طی روزهای گذشته اشاره کرد که طبق این توافق این استکس محدود به کالاهای تحریم نشده می گردد و سکوت اروپا تا به امروز به معنی پذیرش این توافق است. به گفته آسفی ماندن اروپا در برجام با این شرایط منفعتی برای ایران ندارد و حتی تهدید و هشدار اروپا هم سخنی گذاف خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که اگر اتحادیه اروپا از برجام خارج شود بیمه این می رود که مجددا قطنامه های گذشته شورای امنیت با فروپاشی برجام و رفتن ایران به زیل فصل هفت خطر جدی به حساب بیاید گفت بعید است خطر ایران را با شرایط جدید و حضور روسیه و چین به عنوان اعضای دائم سازمان ملل تهدید کند چرا که آنها نخواهند گذاشت دوباره این پرونده فعال شود. آیت الله موسوی بجنوردی فقیه و مشتهد حوزه و نماینده آیت الله خمینی در شورای عالی قضایی و پدر همسر سید حسن خمینی و یکی از افرادی که در تدوین قانون اساسی کشور نقش داشته در مصاحبه ای گفته هر قانونی باید بر اساس شرایط زمانی و تغییرات جامعه تغییر کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست باید در فواصل مختلف مورد تجدید نظر قرار می گرفت و شرایط زمانی در آن لحاظ می شد در مقاطع مختلف باید قانون را مورد بررسی قرار داد که آیا چنین قانونی می تواند پاسخگوی شرایط حاضر جامعه باشد یا خیر بشنوردی ادامه داد زمانی که ما قانون اساسی را تدوین می کردیم به تحولات اجتماعی آینده فکر می کردیم اما هیچگاه فکر نمی کردیم قانون اساسی به شکل امروز در جامعه اجرا شود گذر زمان در اندیشه ها تأثیر گذار است باید بپذیریم که دقدقه های نسل جدید با دقدقه های گذشته متفاوت است به همین دلیل نیز قانون اساسی امروز جامعه نیاز به تجدید نظر و تطابق با دقدقه های نسل جدید دارد. ایران روز گذشته گام چهارم کاهش تعهدات خود را برداشت هرچند از طرف اروپایی ها تهدید شده بود که اروپا از برجام خارج خواهد شد شیرزاد فیزیکدان و نماینده مجلس ششم در خصوص برداشتن گام چهارم از سوی ایران متذکر شد سیاستهای ما در زمینه دیپلماسی باید به روز باشد. در حال حاضر نمی توانیم هیچ گونه انعطافی از خود نشان ندهیم و طی چند سال اخیر انعطاف پذیری خوبی را از ایران شاهد بوده ایم اما متاسفانه انعطاف ایران بعد از خروج یک جانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام باعث شد کشورهای اروپایی این انعطاف را به حساب ضعف تعبیر کنند و باعث شد گمان کنند که ایران راه دیگری جز باقی ماندن در برجام ندارد شیرزاد در خصوص یک طرفه بودن اینکه فقط ایران مجری تعهداتش باشد و کشورهای دیگر تنها نظارگر باشند گفت اینکه در آغاز روند کاهش تعهدات هسته‌ای مشخص شد این ایده که تنها ایران مجری تعهداتش باشد و دیگر کشورها تنها نظاره‌گر جنگ اقتصادی و سیاسی میان تهران و واشنگتن باشند از جانب جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست. شیرزاد در خصوص سگامی که از سوی ایران در راستای کاهش تعهدات برداشته شد گفت این پیام روشنی بود به اروپا تا جدیت مقامات جمهوری اسلامی را در نپذیرفتن تعهدات یکجانبه مشاهده کند وی در همین زمینه ادامه داد باید توجه کرد که عواقب آتی تصمیمات ما چه تأثیری بر شرایط ایران در عرصه های خارجی خواهد گذاشت و در این شرایط باید قبل از هر حرکتی مطالعه و آگاهی لازم صورت بگیرد. و در هر مرحله کاهش تعهدات باید با مذاکرات سیاسی فشرده همراه باشد تا بتوان نتیجه ای حاصل کرد و گشایشی در پرونده هسته به وجود آورد شیرزاد در خصوص غنیسازی گسترده اورانیوم و تعهدات ایران در برجام تاکید کرد ما دوباره نباید وارد آن فاز شویم زیرا برای کشور خطرناک است باید با دقت از آن اجتناب کرد و همین مسیر کنونی که توسط ایران دنبال می شود منطقی تر است به افزود که نباید دوباره وارد آن فاز شویم که غنیسازی را هدف بپنداریم به گزارش رویترز نتایج تحقیقات مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی در انگلیس که بر اساس بررسی دقیق راهبردها و دکترین ایران در لبنان، عراق، سوریه و یمن حاصل شده است نشان می دهند که در مقایسه میان نفوذ ایران و عربستان سعودی در منطقه تهران به دلیل بهرهمندی از نیروهایی نظیر شبه نظامیان شیعه یا قابلیت استفاده از طرف سالس در این مناطق به برتری مؤثری دست یافته است. نتایج این پروژه 16 ماهه با نام شبکه های اثرگذاری ایران نشان می دهد که این شبکه ها برای ایران مهمتر از برنامه موشکی بالستیک، برنامه هستئی یا نیروهای نظامی متعارف این کشور تلقی می شوند. به گفته این اندیشکده به طور کلی سود آمریکا و متحدانش در تعادل در ارتشهای متعارف خابر میان است اما اکنون تعادل قوای مؤثر در این منطقه به نفع ایران است علا رقم تحریم های آمریکا راهبرد اتخاذ شده از سوی ایران با مقاومت بین المللی اندکی مواجه است. اظهارات انتقادی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مورد ناتو با مخالفت دبیر کل ناتو و رهبران اروپایی روبرو شد. وی روز گذشته در مصاحبه‌ای گفته است با توجه به بی‌تعهدی آمریکا در قبال پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو کشورهای اروپایی نباید برای دفاع از خود به آمریکا اتکا کنند. وی با اشاره به اینکه اکنون در حال گذران مرگ مغزی ناتو هستیم گفت: آمریکا در حال پشت کردن به ماست که این موضوع را میتوان در خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه بدون مشورت با متحدان ناتو مشاهده کرد رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ به این سال که آیا هنوز به ماده پنجم پیمان ناتو باور دارد یا خیر گفت نمیدانم اما در آینده ماده پنج چه معنایی خواهد داشت ماده پنج با عنوان دفاع جمعی بیان می‌دارد حمله به یک متحد ناتو حمله به کل کشورهای ناتو است مکرون همچنین در خصوص تضعیف اروپا در پی وقوع برگزیت و عدم ثبات سیاسی در این قاره هشدار داد و گفت این ترکیب سمی پنج سال پیش قابل تصور نبود اگر بیدار نشویم تهدید قابل توجه ناپدید شدن از صفحه جغرافیایی در آینده دور وجود خواهد داشت یا حداقل دیگر کنترل سرنوشت خود را در دست نخواهیم داشت من عمیقا به این موضوع اعتقاد دارم در این میان آنگلا مرکل صدر آلمان از سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره مرگ مغزی ناتو انتقاد کرد مرکل گفت سخنان تند مکرون درباره سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو غیر ضروری بود حتی در صورتی که مشکلاتی میان ما وجود داشته باشد باید در کنار هم متحد باشیم همکاری میان اعضای دو سوی آتلانتیک ضروری است دبیر کل ناتو و نیز رهبران اروپایی نیز این صحبت مکرون را نادرست ارزیابی کردند همزمان با متهم شدن دو کارمند سابق توییتر به جاسوسی برای دولت عربستان بحث ها در این زمینه بالا گرفته است روزنامه والستری جورنال در مطلبی به نقش توییتر در فضای سیاسی اجتماعی عربستان میپردازد این روزنامه می نویسد سعودی ها یکی از فعال کاربران توییتر در سطح جهان هستند شرکت دیتابیس استاتیستا عنوان میکند. مطابق با آمار موجود 9 ممیز 9 میلیون نفر در عربستان سعودی از این اپلیکیشن استفاده میکنند. تقریبا یک سوم جمعیت این کشور این در حالی است که استفاده کاربران امریکایی از توییتر حدود 48 میلیون 15 درصد جمعیت این کشور است گفته شده برخی از چهره های سعودی که بیشترین دنبال کننده را در توییتر دارند افراد و شخصیت های مذهبی هستند از جمله سلمان العوده با حدود 13 میلیون دنبال کننده از دیگر چهره های محبوب اعضای خاندان سلطنتی هستند از جمله شاهزاده ولید بن طلال که در سال 2017 در پی یک اتهام مدتی بازداشت و سپس آزاد شد او 10 میلیون دنبال کننده دارد پس از او پادشاه سعودی ملک سلمان نزدیک به 8 میلیون بازدید کننده در توییتر دارد. وال استریت ژورنال مینویسد تلاش های دولت سعودی برای کنترل توییتر نشان از سرکوب گسترده مخالفان در این کشور را دارد. این روزنامه مینویسد پیشتر گزارش های در مورد سوء استفاده از توییتر در مسیر تبلیغ برای دولت سعودی یا سرکوب مخالفان در این کشور منتشر شده بود به نوشته والستری جورنال چهره دولت سعودی در طی یکی دو سال گذشته به دلیل برخی اقدامات از جمله قتل جمال خاشقچی در واشنگتن مخدوش شده است اما با این حال این کشور هنوز روابط نزدیکی با دولت امریکا دارد این اتفاقات در حالی رخ داده که روز چهارشنبه دادگاهی در سان فرانسیسکو دو کارمند سابق توییتر را متهم به جاسوسی و جمعآوری اطلاعات شخصی برخی از کاربران به نفع دولت عربستان کرده است اما ویلیام رابوک دیپلمات ارشد و فرستادی امریکا در امور سوریه در یادداشتی از دولت انتقاد می کند که آنگونه که باید و شاید سیاست سخت گیرانه را در قبال ترکیه در جریان حمله این کشور به سوریه اتخاذ نکرده است آقای رابوک می نویسد روزی که تاریخ دیپلماسی نوشته شود آیندگان از ما خواهند پرسید چه اتفاقی افتاد و چرا مقامات دولتی در مورد حمله ای که موجب کشته شدن دویست نفر و آواره شدن 100 هزار نفر شد کاری نکردند انتقادات آقای روبک در حالی مطرح شد که روز پنجشنبه خانم مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا ادعای او را رد کرد و گفت روشن است که ما در مورد ورود ارتش ترکیه به سوریه سخت مخالفت کردیم و هر کاری که در این زمینه لازم بود را انجام دادیم خانم اورتگاس میگوید اوضاع در سوریه پیچیده است و هیچ راه حل آسانی وجود ندارد او گفت وظیفه دولت این بوده که بهترین کاری که برای امنیت ملی امریکا لازم بوده را انجام دهد و این کاری است که ما در مورد سوریه انجام دادیم و انجام خواهیم داد.